سلام سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم با هم راجع به خوراکی خوشمزه حرف بزنیم. لزوما همشون تو فرانسه نیستن، بعضیاشو تو کشورهای دیگه میشه پیدا کرد. حالا اگه خیلی دوست داشتید میتونید توی آمازون سفارش بدید یا توی سایت های دیگه، یا وقتی که مسافرت رفتید امتحانشون کنید. یه دیدی بهتون میده که چه خوراکی های دیگه ای رو میشه تو کشورهای دیگه هم پیدا کرد. شاید با من موافق نباشید، بعضیاش امتحان کرده باشید و دوست نداشته باشید. سلیقه هر کسی متفاوته و کاملا درک میکنیم که شاید خوششتون نیاد از بعضیاش یا از همش. اگه چیز جدیدی به ذهنتون رسیده، امتحان کردید، به نظرتون خیلی خوبه، میتونید بگید توی کامنت ها. یا اگه چیزی رو شنیدید نمیدونید خوبه یا نه و یه توضیحی راجبش دوست دارید بشنوید، میتونید بگید. اولی نام ماچا شوکولاست که همونطور که از اسمش پیداست، از ماچا، برای با ماچا درست شده. نرمه، مثل شکلات های سفت نیست، مثل ترافل توی دهن ذوب میشه و ژاپنیه. توی بعضی از کشورها اگه بخواید از سوپرمارکت ژاپنی بگیرید باید فصل زمستون امتحان کنید. اگه ماچا دوست دارید شاید اینم دوست داشته باشید، ولی اگه از طعم ماچا خوشتون نمیاد شاید دوستش نداشته باشید. ولی شیری که توش استفاده میشه باز بستگی به خودتون داره. اگه آلرژی داشته باشید شاید باعث آلرژیتون بشه، پس حتما بپرسید که آلرژی دارید به اون. اگه آلرژی دارید حتما چک کنید با فروشنده که اوکی باشه براتون. دومی یه عسله که توی فرانسه میتونید پیداش کنید، میشه گفت بیوه. هر فصل مغازه فامیل مری عسلایی که تولید میکنه طعمشون متفاوته. توی مغازه میتونید عسلا رو امتحان کنید که بدونید ببینید از طعمش خوشتون میاد یا نه. عسل روز محبوب ترین عسلشونه که فقط برای فصل بهار میارنش. فصل تابستون فکر کنم شکوفه یه گیلاس عسل مخصوصشون، برای زمستون پشن فروت و انبست احتمالاً. و عسلای دیگه ای هم دارن، مثلا عسل استوقدوس، بسته به اینکه طعم قوی دوست داشته باشید یا مثلا طعمای مثل کوهستانی اینا رو دوست داشته باشید میتونید انتخاب کنید. مشهورترینش اینه که حتما امتحان کنید، خیلی خوبه. این چای بازم بیوه، طعمای دیگه ای هم داره. این نوعش تقریبا خب کشمیره که هندیه، خیلی خوبه. اگه چای ماسالا رو دوست داشته باشید تقریبا اون بو و عطر رو داره و میتونید هم با شیر هم با آب جوش امتحانش کنید. بعدی خیلی برام عجیب بود که چه این چیزی رو تو فرانسه میشه پیدا کرد، ولی پیداش کردم. ماکارونی زعفرانه که به جز زعفران چیزای دیگه ای هم داشت. مثلا اینو من توی مغازه بیو پیدا کردم، ولی خب چیزای مختلفی داشت. مثلا فکر کنم کل دیدی ندارم، ولی فکر کنم تو ایرانم ماکارونی با طعمای مختلف باشه. اینجا چیزی که جالب بود این بود که یه دونه کامل، یادم رفته لغتش،
یه قسمت کامل فقط ماکارونی های مختلف با طعمای مختلف بود که اینش به نظر من جالب بود. اگه دوست دارید کرم پسته رو انتخاب امتحان کنید، توصیه نمی کنم کرم پسته ایران رو امتحان کنید. فکر کنم 90% به بالا پسته باشه تو کرم پسته ایران و خوب له نشده. کرم پسته ایتالیا از همشون خوشمزه تر بود. اگه مجبور شدید، یعنی لازم بود که دوست داشتید امتحان کنید، حتما فرانسه رو امتحان نکنید. توی فرانسه مغازه های ترک خیلی زیاده، میتونید برید از اونا کرم پسته ترک بگیرید. بعد از کرم پسته ایتالیا، کرم پسته ترکیه خوشمزه تره. کرم پسته فرانسه رو امتحان نکنید اصلا، چون کرم پسته ایران از کرم پسته فرانسه بهتره. و کرم پسته فرانسه رو توی فروشگاه های اوشان میشه قسمت بیوش پیدا کرد. کرم پسته ایتالیا رو که توی سوپرمارکت ها میشه پیدا کرد و اگه آنلاین بخواید سفارش بدید از فرانسه، آمازون داره، ولی خب میتونید برید مغازه ترکی که توی شهرتونه و به راحتی پیداش کنید اگه دوستش دارید. به جز کرم پسته، کرم فندق هست توی فرانسه که اونم خوشمزه است و اونو میتونید توی اوشان و لوکلاق و کفوق و اینا پیدا کنید. سمش، سمش یه خوراکی سنک برای نروژ. سعی کردن یه چیز رو که کریسپی باشه درست کنن که هم شیرین باشه هم ادویه دار باشه. با حاله، دوست داشتید امتحان کنید. ادویه لیمو و فلفل بر من جدید بود، نمیدونستم همچین چیزی هست. میتونید امتحانش کنید. مزه ترش و تند به غذاتون میده. با حاله. اینم تو مغازه هندی ها میتونید پیداش کنید. اگه مثلا نسکافه اینا دوست دارید ولی دوست ندارید خیلی، مثلا دوست دارید یه طعم جدید رو امتحان کنید، توی مغازه هندی ها چای هل میشه پیدا کرد که خودش شیر و شکر و اینام داره، فقط آب رو بهش اضافه میکنید. چای ماسالا هم قطعا میشه پیدا کرد. بعدی چیز دیگه ای که میشه توی مغازه هندی ها پیدا کرد یا توی شیرینی فروشی هندی ها، این شیرینیه که اگه بادوم هندی دوست دارید و بهش آلرژی ندارید میتونه براتون جالب باشه، چون که بستگی به مغازش داره که شیرینیش کم باشه یا نه. ولی خب توی پاریس چند تا مغازه هندی کنار هم هست، همشون شیرینی هندی درست میکنن. شیرینیش کم بود و مزهش جالب بود. دوست داشتید میتونید امتحان کنید. آخری، این قطعا تو ایران هست. مزهش شبیه خیارشوره ولی خوشمزه تره، باحال تره. میتونید توی سالاد بریزید. توی مغازه ترکا میشه پیداش کرد، اگه فکر کنم مزه شورش رو دوست دارید. اگه مزه ترشش رو دوست دارید توی مغازه های فرانسوی میشه پیداش کرد، لوکله قوشان، هر کدوم مغازه های نرمال کوچولو، سوپرمارکت ها، هر چیزی میتونید پیداش کنید و فرانسوی هم برای سالاد استفادهش میکنه، برای فشار خون و قند خون و اینا مفیده. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، براتون جالب بوده باشه. اگه چیز دیگه به ذهنتون رسید یا سوال دیگه داشتید راجع به هر کشوری یا هر رشته‌ای، هر چیزی، میتونید توی کامنت ها برامون بنویسید. روز خوبی داشته باشید.